هر اون جایی که باشه حرف ایرون، هر اون جایی که باشه حرف ایرون، کلاسیک باشه یا لفظ خیابون، اگر خواهی بدونی قصد رندون، بیا بشین زمانی پای قندون، پای قندون. ای حبیب من، ای عزیز من، عشق روی تو شد نصیب من. به نام خداوندی که خالق بی مدد است و واحد بی عدد است و اول بی بدایت است و آخر بی نهایت است و ظاهر بی صورت است و باطن بی سیرت است و زنده بی ذلت است و معطی بی فطرت است و بخشنده بی منت است و داننده رازهاست و شنونده آوازهاست و بیننده نمازهاست و شناسنده نامها و رساننده گامهاست. به نام خداوندی که مبرا از عوایق است و مطلع بر حقایق است و مهربان بر خلایق است و عذرپذیر است و دستگیر فقیر است. خداوندی که کامکاری دل دوستان در کنف توحید اوست و کارگزاری که جان بندگان در صدف تقدیر اوست و قهاری که کس را به او حیلت نیست و جباری که گردن کشان را با او سر مقاومت نیست و حکیمی که روندگان را از بلای او گریز نیست و کریمی که بندگان را غیر از او دست آویز نیست. سلام میکنیم بر شما دوستان جان خیش و خدا رو شاکریم که میتونیم در فضای ادب و هنر این سرزمین بال و پر جان خیش رو باز کنیم و خدا رو شکر که باز هم سعادت یارمون شد تا برنامه دیگه از قندون رو تقدیم صاحبان شکرستان خیش کنیم. اگر ما به یمن آنچه اساتید و بزرگان فرهنگ و هنر برایمون گذاشتند امروز هدهدیم، شما مردم بزرگوار و عزیز سرتاسر ایران سلیمانید. اگر ما به مدد نویسندگان به اهالی خردمند قلم این سرزمین بزرگ قندونیم، شما مردم فرهنگ پرور قند مکرر و شکرستانید و خدا رو شکر که با وجود شما قند و شکر میخوریم در شکرستان خیش. عمرتون دراز و درهای خوشبختی همواره به روتون باز. با سه حکایت به دستبوزی شما عزیزان بزرگوار رسیدیم. اولین اونها از کتاب گرانسنگ و پرارج منطقه طیر به قلم استاد اساتید شهید وطن عالی جناب فریدالدین عطار نیشابوری است که تقدیم میکنیم. و اما حکایت. بوسعید مهنه در حمام بود. فاعلاتون فاعلاتون فاعلات، وزن این مثنوی است و مهنه یا محولات روستایی است در خراسان که زادگاه و همچنین آرامگاه عالی جناب ابوسعید ابوالخیر در اونجاست. بوسعید مهنه در حمام بود، قایمش افتاد و مردی خام بود. حضرت ابوسعید میره حمام، قایم یعنی همون دلاک که میاد تا ایشون رو بشوره، مرد ساده دلی بوده. شوخ شیخ آورد تا بازوی او، جمع کرد آن جمله پیش روی او. شوخ به معنی چرک و کثیفی پوسته. اون قدیم الایام که حمام‌های عمومی رواج داشته و دلاک‌ها توش کار می‌کردن، وقتی کسی رو کیسه می‌کشیدن، به خصوص اگر سرشناس و پولدار هم بوده، چرک‌های تنش رو جایی می‌آوردن که به چشم اون فرد بیاد و از این بابت انعام و مزد بیشتری بگیرن. این دلاک ساده دل ما هم دیده آقای ابوسعید نشسته زیر دستش، شوخ بدن ایشون یا همون چرکش رو میاره تا روی بازو که مثلا ببین که من دارم چقدر کارم رو خوب انجام میدم. شیخ را گفت او بگو ای پاک جان، تا جوامردی چه باشد در جهان. همینطور که مشغول کارش بوده از حضرت ابوسعید سوال میکنه که به نظرتون جوانمردی چیه؟ ضمناً کلمه جوامردی به تصریح و تاکید استاد شفیعی کدکنی صورت لفظی دیگری است از واژه جوانمردی. شیخ گفتا شوخ پنهان کردن است، پیش چشم خلق ناآوردن است. جناب ابوسعید هم جواب میده که جوانمردی اون باشه که شوخ مردم یعنی همون چرک بدنشون رو نهان سازی و در پیش چشم مردمان نیاری، کنایه از اینه که در واقع عیب و علت مردم رو به روشون نیاری.
این جوابی بود بر بالای او، قایم افتاد آن زمان در پای او. چون به نادانی خویش اقرار کرد، شیخ خوش شد قایم استغفار کرد. دلا که چنین پاسخی رو میشنوه به پای حضرت شیخ میفته و ازش عذرخواهی میکنه. جناب ابو سعید هم به اون مرد دلا روی خوشتشون میده و قائله ختم به خیر میشه. و سه بیت آخر این حکایت رو که میخونم شما بی زحمت بگین آمین. میفرماید که خالقا پروردگارا منعما، پادشاها کار سازا مکرما، چون جوان مردی خلق عالمی، هست از دریای فضلت شبنمی، شوخ و بیشرمی ما را درگذار، شوخ ما را پیش چشم ما میار. بله، میگه ای خداوند بزرگ، تو که جوان مردی همه مردای عالم اندازه یک قطره فضل و کرم توه، این بیشرمی و این گناهکاری ما رو ببخش و گناهانمون رو به چشممون نیار. صفت خداوند ستار العیوبه، میگه این عیب ها رو ما رو بپوشون. بله، سراغ حکایت بعدیمون، این رو از کتاب بسیار زیبا و دلنشین توتی‌نامه، تألیف و ترجمه جناب ضیاء نخشبی. دوستان علاقمندی که میخوان نسخه های دستنویس و خوشنویسی شده اصل توتی‌نامه رو ببینن، میتونن توی ترکیه به کتابخونه حالت افندی مراجعه کنن، در اختیارشون میذارن. توی پاکستان به کتابخونه گنجبخش و همچنین در شهر پاریس هم نسخه هست که میتونید با خریدن بلیت موزه برید و ببینید، حتی نسخه کپی اون رو بخرید. البته کپی و میکروفیلم این نسخه توی کتابخونه مرکزی دانشگاه تهران هم هست که البته در اختیار شما نمیذارن، مگر اینکه شرایط خاصی داشته باشین، مثلا در واقع در اختیار اساتید محقق زبان و ادبیات قرار میگیره. حکایت میفرماید که یکی از بزرگان گوید که در هندوستان مردی دیدم که یک چشم گشاده و یک چشم برهم بسته. گفتم قضیه چیست؟ این برای چی همچین کاری کرده؟ یا طرف یه چشم بسته بوده، چشمش باز بوده، یا خود چرا این کاری کرده؟ میگن این طرف صابره، یعنی خیلی صبوره. پرسیدم صبرش کدومه، چیه؟ گفتن هم بر بستن این چشم. گفتم این چه سخن باشد؟ گفتند مدتی او در سفری می رفت، وقت وداع در یک چشم او آب ظاهر شد و در یک چشم او ظاهر نشد. آن چشم ظاهر نشد برهم بست. اکنون مدت 60 سال است که نگشاده است و می گفت چون در وقت وداع مطلوب مرا کاری نیامدی، یعنی به درد من نخوردی و به گریه با من موافقت نکردی، من نیز تو را بیش وقتی نگشایم و جهان روشن به تو ننمایم. دیگه که این بنده خدا یه مدت پیش داشته میرفت سفر، بعد موقعی که داشته میرفته خب از غم و غصه و ناراحتی گریهش میگیره، یکی از چشماش عشق میاد، اون یکی عشق نمیاد. ایشون هم میگه که حالا که تو به اون چشمی که در واقع عشق نیمده، حالا که تو با من همراهی نکردی و تو غم و غصه منو یاری نکردی، منم تو رو میبندم که زیبایی دنیا رو نتونی ببینی. اینجوری چشمه رو جریمش میکنه. و اما یه حکایت کوتاه و شیرین و پرمعنای دیگه هم براتون داریم از کتاب منطق الطیر عالی جناب عطار نیشابوری. استاد شفیع یکدکنی درباره مثنوی منطق الطیر فرمودند که منطق الطیر توصیفی است از سفر مرغان به سوی سیمرغ و ماجراهایی که در این را براشون گذشته و دشواری‌های راه ایشان و انصراف بعضی از ایشان و هلاک شدن گروهی و سرانجام رسیدن سیمرغ از آن جنب انبوه به زیارت سیمرغ. در این منظومه لطیف‌ترین بیان ممکن از رابطه حق و خلق و دشواری‌های راه سلوک عرضه شده است. اما جناب عطار به اقتضای داستان حکایت‌های کوتاهی رو هم آوردن که در این نوبت یکی از اونها رو مرور می‌کنیم. و اما حکایت،
می‌فرماید که شیخ نوغانی به نیشابور شد، رنج راه آمد بر او رنجور شد. هفته‌ای با ژنده‌ای در گوشه‌ای، گرسنه افتاد بد بی توشه‌ای. چون برآمد هفته‌ای گفت ای اله، گرده نان مرا کن سر به راه. جناب نوغانی میره نیشابور، خسته از راه سفر طولانی به گوشه میره و چون توشه براش نمونده بوده، یه هفته ای رو گرسنه و بی آب و غذا سر میکنه و عاقبت رو به آسمون میکنه و میگه که خدایا مردم از گرسنگی، یه لقمه نون برسون. هاتفی گفتش برو این لحظه پاک، جمله این میدان نیشابور خاک. چون برو بی خاک میدان سر به سر، نیم جو زر یابی نان خر تو بخر. در واقع یه بنده خدایی که صدای شیخ رو میشنفه بهش میگه که اگه گرسنه ای، برو میدون خاک نیشابور یه جارو خاک انداز بردار و کمی اونجا رو برو و کار کن، یه پولی گیرت میاد، نون بخر و بخور. گفت اگر جارو و قربالم بودی، وچه نانی را چه اشکالم بودی. چون ندارم هیچ آبی بر جگر، بی جگر نانیم ده خونم مخر. شیخ میگه که مرد حسابی، من اگه جارو خاک انداز داشتم که وضعم این نبود که از گشنگی این گوشه نیفتاده بودم. تو هم اگه نمیخوای یه لقمه نون بهم بدی، بی خود حرف مفت نزن، گنده بارم نکن. هاتفی گفت او که آسان بایدد، خاک روبی کن اگر نان بایدد. پیر رفت و کرد و زاری ها بسی، تا ستد جارو و قربال از کسی. اون بنده خدا میگه آقا جون، چرا چرت و پرت میگی؟ اگه یه لقمه نون میخوای باید بری براش کار کنی دیگه، این کارم خیلی سخت نیست که، شما برو اونجا، خدا بزرگه. شیخ نوغانی میره و میدون خاک نیشابور پیش کسی زاری و تمنا میکنه، اونم بهش یه جارو خاک انداز میده و شیخ مشغول کار میشه. خاک میرفت و پیاپی میشتافت، آخرین قربال آن زر باز یافت. شادمان شد نفس او کان زر بدید، رفت سوی نانوا و نان خرید. شیخ یه جارو خاک انداز پیدا کرده، شروع میکنه به کار کردن، چند قربال خاک جمع میکنه و به ازای اون سکه مزد میگیره. خوشحال و خندون بشکن زنان میره نونوایی تا نونی بگیره و بخوره. تا که مرد نانوا نانش بداد، شد همی جارو و قربالش به یاد. آتشی افتاد اندر جان پیر، در تگ استاد و برآمد زو نفیر. گفت چون من نیست سرگردان کنون، زر ندارم چون دهم تاوان کنون. نونو که میگیره و گرمای نون به مشامش میخوره، تا میاد یه لقمه بزنه به بدن که یهو یادش میاد که ای دل غافل، من این جارو قربال رو به صاحبش پس ندادم و همونجا ولشون کردم به امون خدا، یعنی خاک بر سر من میکنن که اینقدر حواسم پرت و سرگردونه، حالا پولم کجاست که بتونم تاوان جارو خاک انداز اون بنده خدا رو بدم. عاقبت میرفت چون دیوانه ای، خیش را افکند در ویرانه ای. چون در آن ویرانه شد خار و دژم، دید با جارو به خود قربال هم. شادمان شد پیرو پس گفت ای اله، این چرا کردی جهان بر من سیاه. زهر کردی نان خوش بر جان من، گو برو جان بازگیری نان من. بله، شیخ نوغانی کلافه و سرگردان مثل دیوونه و ویلون سرگردان میره و از شدت ناراحتی میره تو خرابه ای که ببینه چه گلی به سرش میگیره. اتفاقا همونجا چشمش میفته به جارو و الکی که قرض گرفته بوده. خلاصه رو به آسمون میکنه، میگه خدایا آخه این چه وضعشه، یه لقمه نون به من رسوندی، همونم زهرم کردی. هاتفش گفتا که ای ناخوش منش، خوش نآید هیچ نان بینان خورش. چون نهادی نان تنها در کنار، در فزودم نان خورش، منت بدار.
یه مرد آگاهی که این حرفای شیخ رو میشنوه بهش میگه که آخه عزیز جان، تو هیچ نونی خالی خالی و بدون خورش به جون آدم نمیچسبه و مزه نمیده، این کار رو به مثابه خورش نونت بگیر، اینقدر غر نزن دیگه. زحمت کشیدی، حرکت کردی، نعمتی به دست آوردی، اینم خورشش بود تا قاطق نونت کنی و به جونت بچسبه، حالشو ببر. نوبت ایوار ما هم به آخر رسید و تا چشم به هم زدیم زمان گذشت. امید اون اینه که لذت کافی و حظ وافی برده باشین و برنامه قدور رو به دوستانتون معرفی کنین. هیچ کار و برنامه‌ای بی وجود مخاطبین عزیز و آگاهی مثل شما رونق نمیگیره. پس به امید دیدار دوباره شما و جمع دیگری که شما به تماشا دعوت میکنید، خدا نگهدار.